خب آقا یه صحبت دوستانه میخوام باتون بکنم در مورد اینکه تیم بینتربر الان داره توی دیویژن دو بازی میکنه و اینکه خب اصلا دیویژن دو چیه یعنی چی واقعا معنیش چیه نه اینکه بخوام خیلی متاسب صحبت بکنم یا حالا مثلا رو ایرانی بودنمون تاکید بکنم و اینا نه یه صحبت خیلی دوستانه و خودمونی میخوام بکنم در مورد اینکه معنی اینکه بچه های وینتربر دارن تو دیویژن دو بازی میکنن اصلا یعنی چی ما چرا انقدر خوشحالی کردیم و از الان برنامهشون چیه باید چی کار بکنن که نه این تو آینده بعد چیکار چی کار بکنن خواستم راجع به همین صحبت کنم که تو آینده میخوان چیکار بکنن اگه تو چت من علامت تجربه برکت بزنید یه همچین لینکی براتون میاد که میاد توی قسمت دی پی سی وسترن یوروپ که دی پی سی چیه دی پی, پی یه پوینتیه که ملت جمع میکنن و به اون پوینته میرن تی یعنی اون تاپ ترین تیمایی که دی پی سی پوینت دارن اونا دعوت میشن به تی حالا داستان چیه تورنمنت های دی پی سی دیویژن بندی دارن دیگه دیویژن یک و دیویژن دو و از دیویژن دو بالا دیگه شما وارد اون تیمایی میشید که پوینت دی پی سی شروع میکنن جمع کردن و یعنی در واقع مسیرتون به تی رفتن و رویای هر گیمر دوتا دوی در واقع باز میشه تازه شروع مسیرتونه به سمت تی آی رفتن دیویژن دو خب یه رده پایین تر از دیویژن یکه بعد از دیویژن یک مثلا تیما میرن تی, بیرن. تی آی. یه همچین داستانی داره کلا هشت تیمان توی دیویژن دو حال دیویژن یک هم اینجا میتونید بزنید خودتون نگاه کنید چه خبره هشت تیمان توی دیویژن دو که تیمای با همدیگه همه با هم گروهی بازی میکنن به صورت راوند رابین یا جدول گروهی یا هر چیزی که حالا استریم زدی همه خلاصه با هم بازی میکنن امتیازی هم هست امتیاز هم بسته به وین و لوز و اینکه تیم اول 17000 دلار میبره تیم دوم 16000 دلار میبره و صعود میکنه به دیویژن یک دو تا تیم اول علاوه بر این پرایزی که میبرند میرن دیویژن یک و خورسته دیفیسی پوینت جمع کنن و برن واسه تی اینجون جاست تیم سوم و چهارم و پنجم و ششم هم 15 دلار 15000 دلار 11000 دلار 9000 دلار 7000 دلار اینا جایزشون یعنی ششم هم شما بشید توی این تورنمنت از هشت تیم ششم هم بشید 7000 دلار شما پرایز میبرید یه چیزی حدود 170 میلیون دیگه حالا دقیق نمیدونم الان دلار چنده ولی مبلغ زیادیه 7000 دلار یعنی مبلغ کم نیست اه... یاری آره سود زار... میلیون تومن شیشم از هشت تیم و تیم هفتم و هشتم هیچی نمیگیرن و دراپ میشن دوباره همون مسیری که وینتربرگ تیم تی کرده از اوپن کوالیفایر بعد کلوز کوالیفایر اه... این مسیری که تیم وینتربرت تی کرده اینجا جز اول یا دوم شده با گونسکوا تیم سوم آی وی وای شد که این ستا ست تیم اومدن توی دیویژن دو این مسیر رو قبلا طی کرد الان اومدن دیویژن دو که خلاصه اگه هفتم یا هشتم بشن در نهایت برمیگردن به همون پله که از اول بودن میتونن دوباره بیان ولی بعد با, با, با کلی تیم مسابقه بدن اما اگر حالا مثلا اول دوم دو بشن که چی میرن دیویژن یک سوم تا ششم بشن میمونن تو همین دیویژن دو و هر سه چهار ماه بار این تورنمنت برگزار میشه یعنی شما هر سه چهار ماه بار ششم هم بشی 170 میلیون پول دستتون میگیره حالا اصلا بحث بحث پولش نیست بحث بحث چیزای دیگه هم هست من مثلا یه سری شینایی میگم بچه ها خیلی راحت اول دوم دو میشن و قوی خیلی تیم قوی و اینا نه اصلا از این خبران نیست تیمایی که اینجان خیلی خیلی تیمای قوی ترین اگر بخوایم واقع بینانه باشیم اصلا اینطوری نیست و اینکه تیمایی مثل الاینس مثل چیکل فایترز مثل گون سکواد که اصلا الاینس قبلی هن این تو دی اصلا اینا به شدت پلیرای قوی هن و اصلا خیلی عجیب و چجوری بگم ساده لوحان است که بخوایم فکر کنیم که اوکی ما میریم الان ایزی اول دوم میشیم ما تیممون خیلی قویه این جز اینکه یه انتظار واهی و یه ارق علکی تو چیز بکن ایجاد بکنی هیچ نکته خاصی نداره بچه ها خیلی هنر کنن شیشم بشن توی این تورنمنت به خاطر اینکه همه تیمایی که اینجا اکثرشون تیمایی که اینجا بودن آلردی به نظر من یا بالاتر بودن یا دیویژن یک بودن اگه بخوام خیلی رک با هاتون صحبت بکنم الان مثلا یه تیمی مثل آی وی یا بچه ها شاید بتونن ببرن یا یه تیمی مثل چیلکس و حالا باز چیلکس هم باز میوین اکس و من میشناسم بقیه رو نمیشناسم شاید بچه ها روشون برسه ببرم بقیه تیم ها واقعا پلیئر به شدت قوی دارن پلیئر به شدت با تجربه دارن کسایی دارن الان فقط بچه ها ده روزه که اومدن تو دیسکوردی که میتونن با یه همچین تیمای اسکرین بزنن یعنی چی یعنی تمرین کنن همش ده روزه ده روز بچه ها امکان اینو دارن با تیمی مثل الاینس تمرین بکنن نمیگم تو تورنمنت بازی کنن فقط تمرین کنن جلوشون اینا چندین سال دارن تو این دیویژن یا دیویژن های خیلی از این بالاتر بازی میکنن تمرین میکنن و اصلا براشون مثل آب خوردن ایما اومدیم توی زمین فوتبالی که تا حالا اون زمین رو ندیدیم و سالهاست بقیه دارن تو اون زمین بازی میکنن انتظاری که شما از بچه ها میتونیم داشته باشیم تو بهترین حالت به نظر من شیشم بتونن فقط بمونن دراپ نشن از دیویژن دو دمشون گرمه از نظر من لای این همه پلیری که بچه ها حتی میگم اصلا حتی تا الان فرصتشو نداشتن اینا رو تو ادلیستشون داشته باشن اینا رو باشون اسکرین بزنن اینا رو اصلا بتونن باشون چت بکنن و همین راحتی دارم بهتون میگم تازه وارد شدم وارد هم چیزی این تازه شخب زدن دروا کردن به عنوان اولین تیم اصلا شاید فردا میگم تیمای دیگه سناریو کامدان نمیدونم او ای پی بی تیمای قوی تری اصلا از تیمای از سناریو قوی تری اومدن و میگم از سناریو از وینتر یا سناریو حتی قوی تری هم باز اومدن اه... توی این مسیر و اصلا رفتن بالاتر خب اما به هر حال الان بچه ها اه... تنها تیمی هن که زورشون رسیده که بیان اینجا بخوایم یا نخوایم قبول کنیم و حالا یا طرفدارشون این که هیچی یا اگر طرفدارشون هم نیستیم اه، به الان تیم دیگه ای نداریم از ایران که اونجا باشه به هر حال بعد بچه هوایی بچه خودمون رو داشته باشیم اه پس این که مثلا بگیم آقا اینا راحت اول دوم سوم میشن و اگه نشن نمیدونم نم ریدن و اینا اصلا از این خبر ها نیست اینا به نظر من خیلی 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 باید تمرکزشون رو بذارن روی اینکه که صرفا از آی چیل... وی یا یه تیم دیگه اینا ببرن به بقیه به نظر من اصلا خیلی عجیب غریبه که بتونم ببرم از نظر من انتظار بیجا و ساده که ازشون انتظار داشته باشیم ببرن همچین تیمایی هر تیمی هر تیمی از ایران چه وینتربر چه سناریو چه نمیدونم کامدان هر تیم دیگه ای انتظار بی جاییه خاطر اینکه اینا اصلا از نزدیک ندیدن این پلیرها رو آره تو پابلیک با هم بازی میکنن پابلیک با فضای پروفشنال اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه اینو خود بچه ها ده روز رفتن فهمیدن چه خبره اصلا کسی شوخی نداره توی فضای پروفشنال پابلیک اصلا طرفش مهم نیست سی تا دونه رنگ میخواد ببازی اینجا سر 17 هزار دلار چیه سر دی پی سی پوینت ملت دارن با هم دعوا میکنن کسی سر یه دونه لاستیک میسپدی میبازی اصلا کسی از اینجاش اینجا شوخی نداره توی اینجور مچه باهاتون یه دونه میسپدی میبازی لاستیک علکی میسپدی میبازی لول گیم اصلا با اون چیزی که ما ماها داریم بازی میکنیم یا حتی نگاه میکنیم قشنگ از درک ما خارج اینه که فشاری که رو بچه هاست آلدی خیلی 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 زیاده و انتظاری که میگم یه ذره میخوام سطح انتظاراتون رو معقول کنم نمیخوام بیارم پایین میخوام سطح انتظاراتون رو واقع گرایانه کنم نسبت به تیمایی که الان هستم پلیرایی که الان همین امروز بچه ها ساعت دو بعد از ظهر بازی دارم با تیم چیکن فایترز سوپریم زیبه ارا اینا پلیر این بودن بابا NIP اصلا تیم دیویژن یک بوده اینا تی آی بازی کردن خب اینا همشون تی آی پلیر اصلا اینجا براشون کسرشن داره این که تو دیویژن دو برای اینا زشته خب و اصلا براشون خنده داره اینا اومدن برن دیویژن یک اصلا تو فکر این داستان نیست الاینس همینطور آلینس تا همین سیزن قبلی چیز بود دیگه گون همینطور گون سکواد اسفور لیمپ هنسکن اینا همه پلیرهای الاینس قبلی بودن دیگه میبی نکس تایم همینطور نمیدونم چسی تنر اینا همشون پلیرهای خیلی قوی هن. بنابراین این که مثلا بگیم آره حالا مثلا راحت بچه ها اول دوم میشن و اینا یا حالا حتی سوم میشن خبری نیست بچه ها تا شیشم الان به نظر من هدف اصلی این بچه ها باید این باشه که توی دیویژن دو بمونن و صرفا دراپ نشن یعنی شیشم هم, هم بشن از نظر من بزرگترین بردو کردم به خاطر اینکه میمونن تو دیویژن دو دوباره یه همچین تورنمنتی نازم نیست دوباره زور بزنن از اوپن کوالیفایر او و او کلوز کوالیفایر بیان بالا هستن دوباره با همین پرایز و دوباره تورنمنت برگزار میشه تا سه چهار ماه دیگه یه عالمه اسکریم میزنن با تیمای خیلی سطح بالاتر با الاینس با تاندرا نمیدونم با گونسکواد، با تیمای این شکلی تمرین میکنن اصلا لولشون میره یه چیز دیگه ای الان ما اصلا انگار اومدیم که فقط زمین تمرین اجاره کنیم یعنی از نظر من گور بابای این 7000 دلار چیزی که نصیب بچه ها میشه یه فضای تمرینی که تا الان مثلا تیمای ایرانی تهش با همدیگه بازی میکردن و یکی دوتا تیم خارجی ولی الان رفتن تو فضایی که میتونن با تیمای خارجی مثلا چند هفته یه بار دو بار تمرین کنن و این خیلی ارزشمنده اصلا این جایگاهی نیستش که بچه ها براش بجنگن به نظر من باید بجنگن شده به زور وای یه تیم دیگر رو حتی شده یه با... مثلاً ببرن به هر قیمتی شده هفتم هشتم فقط نشن که بشنم فدا سرشون یه بار تونستم بیان دوباره میتونم بیان بالا گفتم من همون اول گفتم خیلی بیشتر از یک تیم توی دیویژن یک توی ایران پتانسیل اینو داره که بیا تو دیویژن دوی دنیا تیمای های دیوی دیویژنی که ایرانی که تو ایران اولا پتانسیلشون هست که بیان تو دیویژن دو و بمونن ولی به هر حال خواستم یه ذره سطح انتظاراتتون رو معقول کنم این از این که میخواستم بهتون بگم بحث دومی که میخواستم صحبت بکنم اینه که انقدر این قضیه رو ملیتی نکنید تورنمنت قبلی که بچه ها به عنوان تیم ملی رفتن اون یه تورنمنت ملیتی بود یعنی شما وظیفه داشتی که از یه کشور پلیر جمع کنید تورنمنت WSG اس که ما شرکت کردیم یه تورنمنت ملیتی بود پرچم تیم, تیم پرچم ایران بود خب اینا ناکن الان اینا هر کدوم از یک کشورن یک دو سه چهار پنج تا کشور مختلف اینا الان ناکن از سوئد و لبنان هن. اینا هر کدومشون یه جان یک دو سه چهار پنج تا کشور مختلف اجباری نیستش که همه از یک ملیت باشن تو تیما اینا تیمای باشگاهی هن. خب حالا ما یه تیم فول رستر ایرانی داریم درسته ایران مطرح میشه دمشون هم گرم خیلی خوبه ولی بچه ها نماینده ایران نیستن آره بچه ها خیلی تو دیده شدن اینکه ایرانیا چه شکلی هن تاثیر میذارن تک تک رفتار بچه ها از این به بعد به عنوان یه دوتا پلیر ایرانی خیلی بیشتر توجه میشه بهش خیلی بیشتر دیده میشه خیلی با مراقب باشن اما نمیدونم گوگو گو ایران نمیدونم یس ایران نمیدونم فلان ایران هر جا میری میبینی ایران 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 بعد خب مثلا میبینی به محض اینکه وینتر بر میبازه همه میگن هی مثلا دو ایران دوتا اومگا لول خب در صورتی که کسی ملیتیش نکرده ما ایم که خودمون میریم هی میگیم ایران 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 میدونی ما خودمون هی میریم همه چی رو ملیتی میکنیم آی ایران بعد خب معلومه که ما زوری تو این دیویژن نداریم معلومه که ما اصلا هیچی نیستیم نسبت به تیمایی مثل الاینس الان دارم میگم ما حرفی واسه گفتن نداریم خب معلومه بعدش هم مسخرمون میکنم معلومه بعدش هم بهمون چهار حرف میزنم چون هی ما میریم سیخونک میزنیم به این اون اکس کالیبر بدبخت میگفت آقا انقدر که اومدن به من ایر ویورهای ایرانی اینقدر که اومدم به من گفتم وینتربر بر میزنه پارتون میکنه وینتر میزنه پارتون میکنه که اصلا من این بازی میخوام جلو وینتربر بر صفر بگیرم میخوام اصلا اینا رو بزنم دهنشون سرویس کنم چرا خب چون کرما ما بداریم بهش میریزیم دیگه هی میریم بهش میگه ایران دوتا وای وای نمیدونم وینتربر بر نمیدونم خب این چه کاریه خب اصلا اینا میتونن از هر کشوری باشه همین الان مثلا میتونن کچلو بندازم بیرون آف مثلا چیز رو بردارن بیارن اسفور رو میتونن بردارن بیارن خیلی راحت البته بعید بدونم اسفور ضعیفه واسه وینتر بر که فکر کنم که مثلا میگم از خوداش باشه ولی بچه ها خیلی رو اسفور نظر ندارن بچه ها همین کچلو رو نگه میدارن ولی خب به هر حال میتونن یعنی آیه نیومده که همه ایرانی باشن میدونید چی میگم در نتیجه انقدر شما این قضیه رو خوشحالیشون رو تو خودتون بریزید خب بین خودمون تو استریم من بیایید بگید خب وقتی میرید هیدرین لیگ ایران 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 میکنین اونا خودشون میدونن ما فول راستر ایرانیم خب اونا خودشون هر موقع اشاره کردن آره دمشون گرم ما هم میگیم گوگو ایران گوگو وینتر وینتربر فلان ولی بعد پس فردا حق ندارین اگر یکی گفت مثلا ایران دو تا اومگا لول بهتون بر یا به اینا بگین ریسیستن اونا ریسیست نیستن آقا تو هی داری میای ایران ایران میکنی اونم میگه خب چی شد اومگا لول دیگه خب کلکل کل دیگه راستم میگه دیگه داره هات رقابت میکنه همه دنیا که آیه نیومده بیان دست دوستی به ما دراز کنن دو تام شروور میشنوید خودتون مطرحش میکنید که جوابشو میشنوید یکی دیگه از چیزایی که میخوام ببین من درک میکنم من درک میکنم که خب ما خیلی جاها دیده نمیشیم خیلی خوشحالیم از اینکه دیده شدیم خیلی خوشحالیم که من اصلا... مورس تو کونم عروسی اودی پیکسل مثلا اومده میگه که آقا نمیدونم اینا پنج تاشون ایرانی هن. اون تورنمنت همیشگی اینا سوم شدن دنبال میکنن به قرآن اصلا نمیدونیم چرا خوشحالم خب و خیلی دوست دارم هزار بار دیگه این اتفاق بیفته اسم ایران دیده بشه من و علی ریالیتی توی دبلیو اس کسایی بودیم که پرچم ایران رو دو گرفتیم جلوی نمیدونم صد تا کشور دیگه راه رفتیم هنوزم یادش میافتم گریم میگیره علیا میتونید ازش بپرسید من و علی بردیم پرچمو بالا عکسشو هنوز فکر میکنم باشه توی هایلایت که بردیم پرچمو ولی هر چیزی جا داره ببین ملیتی کردن هر چیزی جا داره اینکه مثلا بخوایم یه تیم بند خدایی که وینتربر الان میدونین چه فشاری رو این بدبخت است. خیلی ساده مثلا بازی کردن اومدن دیویژن دو باید طرف مراقب رفتارش تو پابلیک باشه باید نمیدونم مراقب این که به تیمش چرتا پرت نگه باشه باید مراقب این باشه که وای مثلا وای الان فلان تیم اگه جای شما بود الان میزد نمیدونم کلکل اون تیم حریفش تو ایران باشه مراقبه کلکل تیم حریفش نمیدونم تو گورک و اکسکالیبور تو خارج باشه نمیدونم اگه به بازی وای آبروی ما میره آبروی ایران میره نمیدونم باشه نمیدونم اگه الان چیز بشیم بچه طرفدارا چی فکر کنم باشه بند خوده الان مثلا اون باید بشینه به این فکر کنه که آقا هیروهای اونا چیه من چجوری چی بازی کنم کی جوین بدم پول بکنم یا نکنم اسمو که اول بازی رو از کدوم مسیر بریم وارد کجا بذاریم اول هیروهای پوزه ی... مثلا یک و رو بزنیم توی مثلا فیز یک درف یا مثلا آفلین بزنیم الان باید به این چیزا فکر کنم خب بعد اه... چه میدونم مثلا میام میبینم مثلا چه میدونم کچل اومده چه یه ساعت دو ساعت پیش بود تو اینستاگرام کوشن گذاشته نمیدونم اون میاد نمیدونم پاستیل اومده بود نمیدونم گذاشته بود نمیدونم خودتو فد نمیدونم چیز بیشوری بقیه نکن و فلان و اینا خودشون خودشون هنوز اونقدری چیز نیستن که مثلا سوشال مدیا رو بذارن کنار اصلا نگاه نکنن یا نمیدونم خب یه جوری که شاید حالا نمیدونم به هر حال هر چیزی به هر حال انرژی مثبت لازم دارن هر چی از نظر من الان بچه ها نه انرژی مثبت نیاز دارن نه انرژی منفی صرفاً بس سوشال مدیا رو بذارن کنار استریم رو بذارن کنار که یه هفته صفر بگیرن اصلا استریم نکنن یه هفته صفر بگیرن به هیچی فکر نکنن فقط به بازی فکر کنن گور بابای نتیجهش بردم بردم باختن باختن ولی ما کاش ازشون یه ذره انتظار منطقی داشته باشیم اصلا زمینی که اینا الان وارد شدن و تا حالا هیچ کدوم از ماها حتی منی که دارم راجبش حرف میزنم ندیدیم که بخوایم بدونیم چه حسی داره چه استریسی داره خب ندیدیم والا من هر سال تیای کست کردم تی رو از دور دیدم آخرش هم با حسین جاک زدیم زیر گریه که مثلا وای چه قشنگ بود فلان بود این دیگه ته چیزی بود که ما دیدیم و حالا یه استیج لنم رفتیم دیدیم اصلا اون چیزی که الان بچه‌ها میگن استرسش رو ما نمیتونیم چجوری بگم درک بکنیم که چه جوریه اینه که انتظارمون حداقل ازشون چیز معقول باشه و Um, الان دلیلی نداره که حالا مثلا کلکل -کل بکشیم جلو آی بوردی بابا معلومه می بازم به تیم بال بابا یارو اکسکالیبور شوخی نداره لوندروید به امبر میخواد چیکار کنه میدونید اکسکالیبور چی گفت وقتی که بازی اول تموم شد میدونید اصلا علت باخت وینتربه رو از نظر اکسکالیبور چی بوده خیلی ساده بخوام بهتون بگم خب از نظر اکسکالیبور کلا علت این که دسته یک وینتربر باخت اینه که امبر نمیتونه جلو لوندروید روم ورداره همین چون سوج رور میخوره خودش بالا چیز میزنه سوج رور میزنه خرسش هم میره پایین رون نمیتونه جلو لوندروید ورداره همین به همین سادگی و خب این حد از تجربه و چیز خفن و اه این این چیزا رو تازه باید بچه ها یاد بگیرن یعنی این الان مثل یه کتاب در یه مدرسه خیلی گونده است انگار مثلا چه می‌دونم یهو بچه ها رفتن توی یه دانشگاه خارجی خیلی خفن منتها دانشگاه دوتا اینجا قشنگ دانشگاه دوتا از الان تازه کارشون شروع شروع میشه یعنی من الان بیام تو دوتا ریپلی بازی رو بهتون نشون بدم که چه بلای گیم یک سرشون اومد سر همین لندروید به امبر. و حالا تو درفت چه مشکلاتی حالا با خودشون داشتن و هرچی که اینا باید فیکس بشه اینا خب تا به یه همچین تیمی نبازن با یاد نمیگیرن که اینا هر دفعه اومدن پیک یک زدن مارس پیک دو زدن ارتسپیریت همه رو بردن مارس ارتسپیریت همه رو بردن دارکسیر ارتسپیریت همه رو بردن همه رو زدن بردن هر کی ادعا داشته رو اینا بردن با این تیما الان اومدن تو دیویژن دو شوخی ندارن که زدن مارس ارتسپیریت دو تا پیک جلوشون زدن اصلا نفسشون در نیومده تو بازی تموم شده از سه تا لاین رو باختم نشون میدم ریپلی رو نشون میدم همش رو اه... بهتون نشون میدم چه جوری یعنی اینجا لول بازی اینجا اصلا شوخی نیست بچه بازی نیستش که مثلا تو کامفورت پیک تو یک و دو بزنی به این راحتی بازی رو ببری نه پارت میکنن یعنی یه جوری کانترت میکنن اصلا اصلا نفهمی از کجا خوردی و اگه تجربه اینو نداشته باشی مطمئنا نمیتونی زیاد داشته ببری تازه تیم بال تیم قویه ولی نه خیلی قوی الان مثلا میگم گون سکواد الاینس چیکن فایترز این ستا ست تیم الان واقعا خیلی قوی خب این ستا ست تیم واقعا خیلی قوی هن. مثلا میگم سوپریم زیب ارا اصلا اینا که از اینا خیلی قوی ترن از نظر من اینی... من نمیدونم بازی اینا چجوری باشه ولی من فکر میکنم چیکن فایترز اصلا ساعت هیچ تیم بال بزن اگه لفظ نیام حالا موجز نشه آسمون نیاد پایین رو کاغذ اینا پلیره خیلی قوی تر یعنی ما اون دو هیچی که دیدیم جلو تیم بالد خوب بود تازه اینا خیلی پلیره قوی تر یعنی. هر هرچند بچه های اخلاقی دارن پلیره هرچی جلوشون قوی تر میشن اینا هم بازیشون قوی تر میشه اه... خب علامت تجربه برکت بزنید تو چت میاره لینکشو. پس این قضیه که اه... آره بابا ما ایزی میریم الان اول دوم میشیم نه آقا جان طور خدا واقع بین باشید خب تو خدا واقعبین بین باشین اصلا اینطوری نیست ایزی اول دوم نمیشیم که اتفاقا ایزی هفتم هشتم میشیم اینجا و همین که اینجا هستیم به هر حال قدمی بوده که تا الان کسی بر نداشته اگر هم هفتم هشتم بشیم دوباره میشه اومد توی همچین جایی سه چهار ماه دیگه اشکال نداره دوباره بعد از اوپن کوالیفایر اومد اما من دریمم رویام اینه که بچه ها شیشون بشن توی این تورنمنت و میتونن این چیز دست نیافتنی نیست انصافا پنجم هم به نظر من دست نیافتنیه از من میپرسید ولی دوتا تیم هستن که بچه ها بتونن ببرن از نظر من دوتا تیم توی این هشتا وجود داره مثلا میگم چیلکس یا آی وی وایو احتمالا میتونن ببرن اگر تو استیت روانی خوبی باشن بابا علی وسط بازی پینگش هزار بود سه روزه تو شهرشون اینترنت خوب نیست رفته گیم نت نمیدونم با داره با مانیتور 15 اینچ نمیدونم فلان بازی میکنه صداش در نیومده بدبخت که بگه آقا ما سر این باختیم ما سر اون باختیم همشون نشستن در سرشون کردن دارن بازیشون میکنن سرشون رو کردن تو لاک خودشون هم بازشون میکنن دیگه ما نمک به زخم اینا نپاشیم دیگه اینا خودشون باختن حالا اصلا هر چیزی که هست حالا اگه هر تیم دیگه یه الان جای وینتر بود حرف من همین بود هیچ فرقی نمیکرد نه والا من ازشون چیزی میگیرم این صحبت رو بکنم نه چیزی به من میرسه نه واسم ریدن که هیچی طرف داره اونایی که مثلا از این تیم بعدشون میاد از منم بعدشون میاد منم هیت میکنه ولی به قرآن اینطوری نیست هر تیم دیگه هم باشه من همین حرفا رو میزنم خب ولی در نهایت به جز خود اون پنج نفر و خود اون تیم وینتربر و پدرام و صاحب اون تیم هیچ کسی نمیدونه اون تیم الان درگیر چه مشکلاییه یا بینشون داره چی میگذره یا سیستمی یا اینترنتی یا امکاناتی یا هر چیزی درگیر چه داستاناییه هیچ کی نمیدونه خب اینه که ام... اعتماد کنید بابا یه ذره نمیگم آقا ساپورت کنید چوب لا چرخ بچه ها نکنید خب حداقل چوب لا چرخ بچه ها نکنید نمیگم ساپورت کنید نمیخواد بچه ها اصلا نه نیاز به ساپورت دارن نه نیاز به چیزی هر چند بچه ها همیشه همه نیاز به ساپورت دارن خود شما هم نیاز به ساپورت دارید از طرف بچه ها هم بچه ها همه نیاز به ساپورت دارن ولی اگه نمیخواید ساپورت کنید بشینید یه گوشه نگاه کنید بذارید فیلشن بعدم لبخند بزنید بگید آخ جون اینایی که ازشون خوشم نمیومد هیچ گوهی نشدن لبخند رضایت رو بزنید اش کنید دیگه هیت نکنید دیگه مثلا هیت نمیگم چیز نکنید چوب چرخشون نکنید الان همین داستان که مثلا آقا این تیم ایرانه تیم تیم شیرانه نمیدونم فلان بجزیم اسم این یارو ارگانیزیشن یادم رفت دریم لیگ تیم تیم شیرانه نمیدونم ویرانه نمیدونم فلان بیساره وقتی میرین دو تا مسخرهتون میکنن آخرش هم اومگا لول براتون میزنن همین میشه که بود آره اینا چیزایی بود که خلاصه میخواستم بهتون بگم که بابا اصلا ملیتی نیست نه این بدبختا نماینده ایرانن نه چیزی اینا صرفا پنج تا ایرانی هن که توی یه باشگاه هن به اسم وینتربر خب مثل باشگاه الاینس باشگاه چیکن فایترز خب باشگاه حالا باشگاه میتونه خارجی هم توش باشه اصلا کوچشون ایرانی نیست آقا جان کوچشون سریلانکاییه الان اونم بعد بره تو تلویزیون سریلانکا پرچم سریلانکا رو بگیره بالا که رفتن دیویژن دو نه والا یه بار هم اسم سریلانکا رو نیورده ای بی اصلا به کشورش هم هیچ چیزی نکرده ریفری نداده تا یه چیزی و موفقیتی و کامل به دست نیاوردیم سعی کنید نزنید به اسم کشورمون بذارید اول برم بچه ها اول بشن بعد دمشون گم بگین آقا ایرانیا رفتن اول شدن اون موقع بکنید تو چش همه ولی وقتی هنوز نه به بار نه داره جو و ج... ج... ببین کل مثلا بخوام همه خلاصه همه این نمیدونم چل دقیقه چند دقیقه دارم حرف میزنم این چل دقیقه رو بخوام باتون صحبت کنم این اینکه آقا جوگیر نشین جو ندیم که بخوایم بچه ها هم جوگیر کنیم الان نصف استرس اینا از جوه و به قرآن که نصف استرس اینو از جو خر آخرش که بچه ها یه حرکت خفن زده هر موقع رفتن شیشم شدن خود من براتون یه جشن خفم میگیرم بمونن تو دیویژن دو اینا باید بمونن تو دیویژن دو یاد بگیرن از این تیما تا برن بالا اینا هدفشون اصلا بردن نیست الان اینا هدفشون موندن تو دیویژن دو و یاد گرفتن از تیمای دیگه است اول ببرید بعد بزنید قضیه رو به اسم ایران و ایرانی بودن خب اصلا قاطی نکنید اینا رو الان با هم بعدا به خاطر اینکه آبرو ریزیش هم میاد برای ایران و ایرانی بودن اگه نبرید میدونی مثلا این ممونه که کوری بخون عین این داستان حال که حال که ایرانیه دیگه که هی کوری علکی و نمیدونم فلان و داستان و بیستار کرده تو ایران به چشو اینم همینه حالی که ایرانی درست نکنید علکی وینتر بره آقا یه تیم پنجتشون ایرانیان ازشون حال که ایرانی خواهشان درست نکنید یه تیم ساده این کلا یه صحبتی بود که من بهم میکردم یه خرس ساده است آره آره جو نگیرین دیگه من اینو بارها گفتم حسن لایکم 20 بار دیگه بگم تکراریه این که بگم آقا نری تو چت این اون چرت و پرت بگین اصلا علت این که اکسکالیبور سفت گرفته جلو ما مثلا تیم خاطر اینکه انقدر رفته بودن به اکسکالیبور گفته بودن آره وینتربر ایرانیا میزنن پارتون میکنن اینو گفتم تو استریم اینا هم گفت آقا اصلا این قضیه واسه من پرسوناله من اصلا اینا رو باید بزنم اینا رو باید با اختلاف بزنم اکسکالیبور گفت چرا به خاطر ویوران بیخودی خاله خال زنک بازی مسخر بازی جو رفتن اکسکالیبور رو بهش پرت گفتن قبل از بازی هنو نبردنشون چرا که چی مثلا بریزید تو چت فلانی مثلا فکر یه سری فکر میکنن این کار مثلا حمایت این کار طرفداریه این کار فقط آبروریزیه قربونشون قرب قربن شکلتون برم خب این که بریزی تو چت یکی حتی ازش تعریفم بکنید من ریدم می‌کنم خارجی ها رو میگم آقا اسمم قلبم نمیخواد بکنید محبت هم نمیخواد اینطوری بکنید اینا حتی به این حجم محبت هم عادت ندارن چه برسه به این حجم مثلا چرت و پرت که بخواید برید اصلا به یه زبون دیگه بنویسید و فلان عادت ندارن اصلا اینجوری نیستن که یه عده بریزن یه چتی قارت کنن این اخلاق براشون عجیبه خارجی ها به این داستان آفر میگه خواستیم روحیهشون رو به هم بزنیم خب ببین این فکر میکنه یعنی یه سری از رو خوبیشونه میخوان این کارو بکنن ولی تاثیر نداره قربونه جز آب رو ریزی برای تو این بنده خداها تاثیر نداره میگن ایرانی ها چقدر چیپن دارن این کارو میکنن میدونی ببین من درک میکنم و من کسی رو فلیم نمیکنم ببین من دستبوس تک تکتون تک هستم خب من نه اینجا فاز سخنرانی دارم که بگم آقا من میدونم شما نمیدونی ببین من خاک پای همتونم خب من میدونم نبودیم تو این شرایط خب اگر بودیم اخلاقش هم داشتیم این چیزایی که من میگفتم هم میدونستیم هممون نیاز نبود من اینا رو بگم ولی خب من میگم شما ای دوست گوش کن دوست نداشتی کار خودتو بکن شما من نگم هم همین وضعیته ولی میگم شاید نصف ملت این کارو کرده نصفشون فهمیده حداقل نصف شد تعداد آدمایی که میرن مثلا چه میدونم مثلا چت گل چرتو پرت میگن چت مثلا اکس پرت چه کاری آقا بزا ببرین آخرش بیاین تو دور همدیگه خوشحالی کنیم چرا بریم به اونا چرتو پرت بیاید هممون دوره هم خوشحالی میکنیم اگرم هم باختیم اشکالی نداره همینجا دوره هم ناراحتی میکنیم اونا رو چیکار دارید بدبخت چت دریم لیگ چی چیکار دارید همه رفتن اونم فارسی نوشتن تایم اوت شدن اینا رو خلاص من میگم چون نداشتیم همچین چیزی تا حالا اودی پیکسل شیور اینا راجع به پلیرامون صحبت نکرده بودن پینگمون دیده شد الان خیلی اتفاقای خوب افتاد میدونی من خوشحالم من اصلا نیومدم که بخوام قور بزنم عصبانی باشم اتفاقا من خیلی خوشحال اتفاقا خیلی هایپم خیلی انرژی دارم خب ولی اینجوری هم حالا که رسیدیم به اینجا چه بهتر که این چیزها رو را هم را رایت کنیم بغلش چه بهتر که اه… چی میگم بش چه بهتر که حالا مثلا این اخلاقها اخلاقا رو هم بغلش داشته باشیم پلیرامون هم مطمئنا الان خیلی اخلاقای غیر حرفه‌ای دارم من الان خیلی انتقاد به پلیرامون دارم ولی خب الان تو استریم نمیگم چون هم میتونم شخصی بهشون بگم همین که خب دلیلی نره اینو باز من بیام تو استریم میگم دوباره یه فشار روانی بیشتر یه استرس بیشتر دوباره بهشون وارد میشه الان اصلا موقع این داستان نیست وگرنه من خودم هزار تا انتقاد به هر مثلا همه پلیرهای وینتر برم دارم ولی دلیل نمیشه الان اصلا زمان انتقاد کردن نیست الان زمان زمان آقا تشویق کردن روحیه دادن آقا برید دمتون گرم ایول موندید تو دو دیویژن دو موندید نموندید فردا سرتون دوباره میرید یه بار رفتید دوباره میتونید برید الان زمان زمان اینه میدونی کار دیگه ای نمی و وگرنه من خیلی چیزها رو میدونم این که میگید آقا نمیدونم فلان پلیر اینطوری فلان پر همه اینا رو من میدونم کور نیستم منم میبینم زمانش نیست که الان بخوام به این چیزا گیر بدم مطرح کنم هرچی هر چیزی هر چیز زمانی داره و هر سخنی مکانی داره اوکی این از ببینید حرفم قرار نیست ناراحت کننده باشه حرفام قرار تأثیر گذار باشه اگر جور دیگه ای می میتونستم اینا رو بگم که تأثیر تر، گذار تر باشه به خدا اونجوری میگفتم به خدا با فان و خنده و شوخی میگفتم ویدیو میساختم وقت ندارم دارم صد تا کار دیگه میکنم اینکه مستقیم میام خود مطلب و میگم شاید بورینگ باشه شاید اوکی بومر باشه بابا تو خوبی باشه بابا تو با فرهنگ باشه ما پیش ما اسکل تو خوب نه نمیخوام از این فازا بگیریم خب من بلد نیستم الان جور دیگه ای تو این زمان کم تو این موقعیت با این همه فشار این چیزها رو بگم خب راه دیگه ای ندارم بلد نیستم اگه بلد بودم فانتر یواشتر به مرور زمان اینا رو بهتون میگفتم ولی یه دفعه اینا رو بگم شاید به هر حال به گوش چند نفر رفت دیگه گرفتی چی شد؟